از کشورهای مختلف عربا هستن، ایرانی هستن، بله همیشه مرا انتخاب میکردن، در تاپ لیستشون من همیشه بودم. بله دیگه ما تبلیغات تلویزیونی زیاد اجرا کردیم، انجام دادیم و یک قسمی مدلم بودم، در بسیار خوب. مدلیگم بودم دیگه، و حرکات های نمایشی را با فیفا هم کار کردیم، با شرکت های مختلف و انرژی درینک و جالب. با دیگه بسیار شرکت های بزرگ ما کاران. در فوتبال عبدالله جان موی هم رول داره؟ خب رول داره به نظر من، کسایی که موی فرفری دارن، آه. امیر قبل موی در افغانستان چنگک چنگک میگن، چنگ آه. خب موی چنگ دارن. مرا باز همیشه دم دوستان موی میگه مویت گلپی وارس من نمیفهم موی شما را چی میگن. خب موهای ما را ما خب فرفری میگیم. آه. باز در فوتبال کسایی که موهایشان فرفری است بسیار خوب بازی میکنن، بازیکنای واقعا خوبی هستن. خب بیننده کسایی که در فوتبال علاقه دارن، من نام چند تا از بازیکنها را میگیرم، بله اونا هم میشناسنشان. کارلوس پویول میگه که بهترین بازیکنی است که من خوشش دارم، دوستش دارم، این بهترین دفاع مدافع جهان است، بهترین دفاع بله جهان است که موهاش فرفری است، تقریبا مثل موهای مواری است. و یک بازیکن دیگه است از تیم چلسی، دیوید لویز میگه، اونا هم موهاش فرفری است، اونا هم بسیار دفاع بسیار خوبی هستن. و در افغانستان هم موهای ما فرفری است جالب است. و من دمی کار حرکات نمایشی و خود شما هم الحمدلله واقعا بسیار موفق خوب هستم. درخشیدین، بسیار سلامت باشین، خوب، زنده باشین. افتخار ما هستین، افتخار افغانستان هستین واقعا. سلامت باشین، زنده امشب باشین. دوستای عزیز بسیار زیاد به من خوش گذشت، چون یادهای گذشته به یادم اومد و انشالله دوست بسیار خوبم عبدالله جان خود بود، اولین بار است که نور از نزدیک میبینم. عبدالله جان دوست داره که فوتبال افغانستان در آینده مثل فوتبال کدام تیم باشن؟ خب فوتبال افغانستان آل تقریبا به نظر ما آدم از همو پایین شروع کنه، در این چند وقت به نظر ما افغانستان خوب پیشرفت کرده بله واقعا. آل در رتبه جهانی اگر افغانستان ما ببینیم، از هند و از پاکستان و از اینا، با ای که ما 30-35 سال در افغانستان جنگ بود دیگه، از افغان از پاکستان، از هندوستان، از این کشورها، از بسیاری از کشورها کردن بالا هست دیگه. خب در سالهای آینده انشالله امیدوار هستیم، چون از پایان به بالا میره، در ایران رسیده، انشالله بعد از او باز در کشورهای بالاتر برسه، که کشورهای تقریبا کوریه و ژاپن اینا هستن، بسیار در سطح بالایی هستن. بسیار ما نمیتونیم فعلا درباره اونا صحبت کنیم، اما حداقل انشالله امیدوار هستم 100%، چون جوانای افغانستان، تیمایی که مثلا زیر 18 سال و زیر 15 و 20 سال هستن، بسیار فوق العاده کار میکنن. و مهمتر از همه ای است که افغانیا با غیرت خودشان بازی میکنن، و امیدوار هستم انشالله که حداقل 5 یا 10 سال دیگه انشالله فوتبال افغانستان هم به سطح بین بسیار خوب. المللی و حرفه ای برسه. تشکر. و یک چیز دیگه که ما در اخیر متوجه شدم، کدام کشور هم از شما خواسته که شما بیاین تابعیت او کشور را بگیرین؟ همون خب. یک کمک شنیدم، میشه در مورد هم بگوین؟ بله حرف شما دقیقا درست است. ما در دبی از دو کشور پیشنهاد داشتم، از کشور ایران و از کشور هند پیشنهاد داشتم، خب که تابعیت اونا را قبول کنم و به نام کشور از اونا بازی کنم. همانطور که خودتان میدانین، من به نام عبدالله افغانی مشهور هستم، لقبم بله. افغانی است. در دبی در مسابقات، در نمایش ها که می رفتیم، در سر کالای افغانی نوشته می کدم، کسایی بسیار که خوب. افغانی هستن اینا مثلا بشناسن و بفهمن. بعد همین سبب شد در چند تا ما در برنامه گینیس ورلد ریکارد میگه، در جایی که ریکارد جهانی ثبت میشه، بله یکی از بزرگترین برنامه های جهان است، نمیگیم دبی یا امارات یا افغانستان، یکی از بزرگترین برنامه های جهان است که در اوجا ریکارد جهانی ثبت میشه. در اوجا هم من نمایش اجرا کردم، که باز یک چند نفر آمدن از ایران، گفتن که مثلا ما پیشنهاد میکنیم برای اگه بیای مثلا در ایران بیای و به نام ایران بازی کنیم، تابعیت ما را قبول کنی. بعد تابعیت قبول کردن این نیست که یک چند ورق پاسپورت فقط بگیری و در جیبت پرتای بری و به نام از اونا بازی کنی. بله. قبول کردن تابعیت با همه امکانات 100% از خودتون بسیار خوب میفهمین، ولی خب من رد کردم، از هم پیشنهاد از هند رد کردم، هم پیشنهاد از ایران رد کردم، چون غیرت افغانی بودن و بله. احساس افغانی بودن در وجود ما بود، و چند تا افغانی که مثلا همونجا ما را میشناختن و دوست داشتن، وقتی که من این کار را میکردم، نمایشات را اجرا میکردم، مرا میدیدن، خوش میشدن. این واقعا برای من ارزشمندتر از این بود که من برم تابعیت یک کشور دیگر را قبول کنم و برای یک کشور دیگه بازی کنم. بسیار زیاد تشکر. خوب شد که قبول نکردی، اگر نه حالا دیگه و متوجه باش که نری عزیز. بینده های عزیز تلویزیون خورشید،
عبدالله افغانی را شما دیدین با نمایش های بسیار جالب و قشنگشان. ای بود برنامه امشب مهمان شب که خدمت شما تقدیم شد. تا برنامه بعد شما را به خداوند یکتای نهایت مهربان می‌سپاریم. خدا حافظ نگهدار.